آخ کوکو فقط بین ماره کوکو. و 20 ثانیه حدوداً با هم اختلاف ورود و خروج داریم. همون شب یادم میاد زودتر خوابیدیم. پنج شب بود؟ آفرین و خیلی هم زود خوابیدیم. نه منه یا دوستانه و الان بذارم اولی که شما دیدین بعد بدیم به من یادگاری داشته باشم. چش خواهش میکنم خواهش میکنم. خب بچه یوتیوب خیلی مخلصیم. امروز تولد یک نفر هست که من بذارید نگم که دو جمع ما نیست. همینطور دیگه بابی تولدش هست و قراره که سپرایزش کنیم. یه کیک واسش بگیریم، یه مصاحبه بکنیم، یه کادوی هم بهش بدیم و گفتیم که امروز رو شما با ما همراه باشید. ما الان کار دیگه نمیخوام بکنم ان شاء الله. معلوم نیست تا یارو 20 دقیقه معلوم. بریم کیک بگیریم تا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. فعلا با ما همراه باش. دوستتون داریم. بریم برای گرفتن کیک. سالار یه عکس خنده‌دار بابی رو آماده کن. سالار چه عکسی میخواد بدی؟ خدا کنه بشه. یعنی بابا اینجا هم باید تو رو ضرر بزنه به خاطر شکم به من متنفرم از شینی هر نوش. ولی من بجاد میخوام با یکی به درن من بزن. یه سوزی جالب میری بالا هم میرم درن. یه سوزی جالب شام گرفتیم 70 برای بابی. واقعا فکر عالی بود علی. نه فکر سالا بود عزیز. آمه فاهم چاکر یعنی شیرینی میبینی دست و پاشو گم من نمیدونم آقا نخور واسه آقا زفتا 80 سال سیزاره و شیرینی ما واقعا نمیفهمم چه بازی شد هفته یکی دهنه من بسیم. آقا ما سپرایز کردیم بابک رو و ویدیوشو تو اینستا گوشیم و الان برای یوتیوب داریم ادامه ویدیو رو میگیریم. یک سوال جوابی هم هست که در ادامه شما میبینید که در مورد تولد از بابی پرسید. بابی جان چه احساسی داری؟ وای خیلی خوش سوالا. 70 سالگیت مبارک بابی جان. 70 سالگیت مبارک. متشکرم. البته مطمئن باشین خیلی زود 170 سالگی منم به من تبریک میگه. ان شاء الله حلوای همتون رو میخورم. خدا نکنه ان شاء الله. خدا نکنه طول بکشه. حلوا حلوا دوست دارم. خدا نکنه کوکو دوست داشتی. حلوا بشه. اخ کوکو فقط بین ماره کوکو. امروز تولدشه. من اصلا آقا یه سوال احترامش. اگر امروز بزار بگی بوسو عصبی میشی. گفتم که امروز تولدشه همه چی میگه. پس تا صبح بگو بزار. آره. ولی مطمئن باشین که من فردا چکرام میکنم. انتقامشو بگو. یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه بخاطر تولد بگو تو صورتش. حالا که اگه بزنید تو صورتی بابا. نه این اصلا رسمه. ببخشید این اصلا رسمه. من خیلی عذر میخوام. بزن نوک دماغش. این رسمه اصلا رسمه قشنگی. اصلا میگن رسمه مستمام. من که دیگه لب نمیزنم دماغیه. بابا مردی با دماغی به نسبت بزرگ. بابک از پشت کابوس گل و گیاه باغ. بابک کابوس اکسیژن های کشور. مردی از دیار شمال. بابک ملقب به بابی بابسونی. بابا جان سلام. سلام چطوری؟ فدات بشم. خوبی؟ مرسی. تولدت مبارک. متشکرم. گفتیم یه مصاحبه ای رو انجام بدیم باهات توی قالب ضبط برای بچه یوتیوب. تو دو دوربین دارن ما رو میگیرن و اولین بار یه مصاحبه کاملا جدی بابام در پشت صحنه است و اینکه در مورد تولدت میخوایم یه ذره ازت سوال بپرسیم. متشکرم در خدمت. اگر اشکال داره به صورت کاملا جدی. بله. و برای اولین بار ویدیو غیر فان. حقیقت. بله. خب بابک جان دقیقاً چند سالت شده؟ من امروز 6 غروب میشه 50 والد 56 سال میشم. 56 ساله شدی. بله. یعنی متولد میشی 1346. 25 بهمن 1346 ساعت 6 غروب ولنتاین. روز ولنتاین. بسیار عالی. آقا من یه جوری با هم صحبت کرده بودیم بچه های یوتیوب هم گفته بودی این که شما دوقلو هستین درسته؟ بله در این باره اگه دوست داری یه توضیح بدیم خواهش میکنم. من با بهزاد آقای دکتر بهزاد دوقلو هستم و 20 ثانیه حدودا با هم اختلاف ورود و خروج داریم و من زودتر از اون والد طبیعت زیبای جهان شدم. پس یعنی مدت اختلافتون چند ثانیه است؟ حدود 20 ثانیه.
شما بزرگتری. بله 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 بله. بسیار عالی. بابای جان تو الان تو این چند سال چند تا تولد گرفتی؟ والا یادم نمیاد. یکیش که همین الان بود. امروز که شما زحمت کشیدین. ولی دوران بچگی مثلا 4 تا 5 تاش یادم میاد. ولی خب خیلی بچه بودیم. و بقیه‌اش رو زیاد یادم نمیاد. زیاد یادم. بسیار. خنده‌دارترین کادویی که تو الان توی تولد گرفتی چی بود؟ خنده‌دارترین کادویی که گرفتم من فکر می‌کنم دوستای قدیمی اومده بودن برای تولدم دیدن من یه بادمجون خیلی گنده واسه من آورده بودن. بادمجون برای شما بود. واقعا آره یه چیزی دیگه پشت صحنه به من گفته بودی. بادمجون یکی دیگه گفتی چی بود؟ پدرم یه کادو برای من آورد. اونو توضیح بده. الان مشکل نداره توضیح بده. اونو آره بابا من نمیدونم بابا حالش خیلی خوب بود. چند ساله بودی؟ من فکر کنم 4-5 ساله بودم. 4-5 ساله بودم 7 سالم بود. مدرسه میرفتی یادم نمیاد. یه روسری بود با یه جفت جوراب دلونه مثل که آورده بود که مخ بزنه. مخ کیو بزنه؟ مخ مامان احتمالاً بزنه. غر بودن؟ آره دنبال بهونه بود. دنبال بهونه بود. آفرین. مخ بزنه. ما همون شب یادم میاد زودتر خوابیدیم. پنجشنبه بود؟ آفرین. خیلی هم زود خوابیدیم. بسیار عالی. خب عرضم به خدمت شما که پس گفتی که شما برادر قول بزرگتر هستی. من قول بزرگتر هستم. بعد اول کی به هم تبریک میگه؟ همیشه خدایی. همیشه دکتر زحمت میکشه قبل از یادم میاد قبل از تاریکی هوا دکتر همیشه به من زنگ میزنه. چون من همیشه سعی میکنیم تا 6 غروب با هم تماس بگیریم و به هم تبریک بگیم. همیشه دکتر اول زنگ میزنه. حالا یه سوال دارم ازت وجدانن. بله. این 20 ثانیه بزرگتر بودنه باعث شد که احترام همو نگه دارید و احساس بزرگی کوچیکی کنید؟ اصلا همچین چیزی نیست. به هیچ عنوان. ما فقط حس میکنیم از یه خونیم و دوقلو هستیم و متاسفانه اصلا هم شبیه هم نیستیم. من فکر اون سفیده خوشگل مشکله. من خوشگل هستم ولی کمی سیاه‌سبزم. سولاریوم من... رفته. آره من فکر میکنم فیلمم نور خورد. نور خورد. احتمالش من نور گرفت. حالا یه حرکتی بزنیم پس. میخوای که همیشه اون به تو زنگ میزنه من... دیگه. این بار تو زنگ بزن. من زنگ میزنم. بچه هم دارم میبینم دیگه. خیلی جالبه. یه زنگ بزن. من به آقای دکتر زنگ میزنم. و تبریک تولد رو بگو. امسال من میخوام بعد انجام بدم. بله بذار بچه‌ام ببینن. بله خیلی. آقای دکتر بهزاد دیگه درسته؟ بله دکتر بهزاد. صدا رو اسپیکر بگی که اینجا صدا زب... از کجا صدات پخش میشه؟ از اینجا. متخصص از اینجا صدا زیاده دیگه. بیهوشی. بسیار باش صحبت کن و بگو داره ضبط میشه. الو آقای دکتر سلام عرض کردیم. سلام بابا چطوری؟ فدات بشم. تولدت مبارک. فضاست بشم. مرسی. تشکر. تولد خودت مبارک. قربونت برم. ان شاء الله همیشه سالم باشی. قربون ان شاء الله. تو همینطور در کنار هم دیگه سایه بالاتر ما و خانواده باشه. متشکرم دوستان. از لاه دور از لاه نزدیک همه دارن هم صدا رو میشنون هم شما رو که نه ولی منو دارن میبینن دیگه. امیدوارم همیشه سالم باشی و شما افتخار خاندان و خانواده ما هستی. فضاست بشم بابا جان. روی سایه شما دست درد نکنه. خیلی دوست دارید که تو همیشه سایه سالم باشی در کنار خانواده دوستان. همچنین فدات بشم دکتر. خیلی خوشحال شدم. بذار جان از همینجا میبوسم. بزرگی کردی. قربونت تو برم میبوسم داداش. فدات بشم من. قربونت خسته نباشی. قربون شما. یه دست بچه پویسنه. قربون شما. خیلی قشنگ بود. و قربونت برم. تمام شد. خب و بابام در پشت صحنه قرار یک هدیه‌ای رو محبت داره. شما همیشه به من محبت داشتین. از همونجا بیا که بابا اینجا همیشه به من محبت داشتین و دارین و خواهین داشت. خواهین داشت. بابا بیا اینجا که بشین و تو کادر قشنگ باش. بله بله. آقا یه چیز ناقابل. بشین باید بشین. بشین. خدمت شما. متشکرم. روسی کنیم دیگه رو. به نوبه خودم تبریک بهت میگم. ایشالله که سایت سالهای سال روی زن و بچت باشه. متشکرم. از دوستان میشه گفت 40 ساله میتی یکی از دوست فوق‌العاده منه. از دوستان و الان بذار الان تو جیبت بدن. از دوستان قدیمی و فوق‌العاده منه. قربون شما. بسیار عالی بابا جان ممنونم. بزرگ شدی. خواهش میکنم. الان بشم. یعنی به عبارتی خیلی متوانا گفتی. نه شما بری که باش صبح. نه من که حرف نزدم. اصلا ما نمیگیم برو گم شو. خب فکر میکنی بابک چند تا تولد دیگه میگیری؟ من حس من داره اینو به من میگه که شاید آمارش از دستم لطشه.
ایشالله که همینجور باشه. من قول میدم که حلوای مهدی جان رو میخورم. خب بریم در مورد یک سوژه خیلی جالب داریم برای بچه ها. یک سری عکس های بچگی بابک هست که ما اینجا تدارک دیدیم براتون و میخواییم دونه دونه نشون بدیم و در مورد عکس هایی اگه زحمتی نیست یه توضیح کوچیکی برای بچه ها بدیم. درسته؟ درسته. میریم سراغ اولین عکس. این عکس اینه. بله. بچه ها حالا احتمالاً تصویر عکس پخش میشه، شما روی عکس صحبت می‌کنید. در مورد این عکس اگر صحبتی داری بفرمایید. این عکس بچگیه. نه نه، همون دست خودت باشه صحبت. این عکس بچگیه من و دکتره توی دریای خزر بغل مامان و بابا هستیم که من بغل مامان هستم. خوب تو عکس دقت کنین، پاهامون بسته. من و بهزاد بعد از اینکه متولد شدیم پاهامون ناقص بود. یه چیزی تو مایه‌های اردک. پاهامون اینجوری بود. مثل اردک لا می‌رفتیم. هیچ وقت فراموش نمی کنم پدر بزرگ من اون زمان، یعنی اینجا تو این عکس با من حرف زد، اینجا تو این عکس ما یک سالمونه. بله. یعنی 55 سال پیش. خب بریم سراغ عکس بعدی. اینه اکس... نگم اینه بگم بفهم بفهم. پدر بزرگ من، پدر بزرگ من 30,000 تومان زمین فروخت اون زمان، به یه دکتر هندی داد، پاهامون جراحی کردن، خیلی پول بود اون موقع. خوب شد. آره. اون عکس بزن گرام. میریم سراغ عکس بعدی. این عکس چند سالگیه؟ این عکس صدا زب کنه ماهی لطفا. معذرت میخوام. دست نکن. داشت باد میزد. این عکس رو یه توضیح بده. خواهش میکنم. تو این عکس من هستین؟ تو این عکس مثل الان خیلی خوشگل هستم و حدود 10 سالمه. 10 ساله. بله 10 سالمه تو این عکس. عکس بعدی این هست. عکس بعدی میتونم ببینم. وای. اینجا چند ساله میشی؟ این عکس با اون عکس 4-5 سال فرق میکنه. 14-15 سالمه. اینجا دیگه تقریبا بالغ شد. اینجا دیگه آله به بلوغ، اوف چه خوشگل بودم. اینجا چند ساله بودی؟ اینجا حدود 20 سالم بود که داشتم برای سربازی آماده میشدم. موها رو داشتم. 20 سالگی رفتی سربازی؟ چرا دیر؟ دیر؟ نه دیگه 18 سالگی. آره 18 تا 20 هم که برای سربازی. اینجا این عکس که معروف به ویجیه. آمیتا باچان. اینجا تو این عکس موها رو اوف مثل تابوس بودم. همه به من میگفتن چند ساله بود اینجا؟ ویجی. اینجا 22-23 سالمه. 22-23 ساله. و یه عکس خیلی باحال اینه که من قبلش بهم نشون داد، حاضرم هنوزم میگم خودش نیست و عکس برادرته. آره نه این عکس چرا اینقدر چاق بودی؟ آره خیلی چاق و خوشگل. این یه هنرپیشه ای هست، خواننده ای هست، همیشه با رکابی میاد دوی صحنه. رکابی؟ بله آره، یه خواننده خیلی معروفی، من اسمش نمیدونم، دوستان حتما اسمش میدونن. این رکابی اینه بیشتره. این عکس اون عکس آره این خیلی شبیه اون خواننده. حالا عکس بچه کاملش دارن الان تو ادیت میبینن. آره مرد هزار چهره. عکس بعدی اینه. اینجا چند ساله بودی؟ به 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 اینجا 25 سال لات کرده بودم. 25 سال. اینم که عکس دیگه تقریبا دیگه بالغ شده. بله. دیگه اینجا دیگه تقریبا بالغ شدم. اینجا چند ساله هستی؟ حدود 35. آره 30 به بالا. بیشتری؟ آره حدود 35. 35 ببخشید. این عکس چند سالگیته؟ این عکس اگه من به توماسه فداش بشم. چند توماسه؟ سمت ما نیاد الان میباید. خواهش میکنم. الانم خوشگلم. عکس اولی که شما دیدین بعد بدین به من یادگاری داشته باشم. چش خواهش میکنم مامان. خب برزم به خدمت شما که میریم سراغ سوال آخر. بله. آقا میگن روز تولد روز آرزوهاست. بله. هر آرزویی داری این دوربینه به سمت شما، هر حرفی داری، هر چیزی داری رو به صورت کاملا این دوربین در اختیار شماست، میتونی هر چی بخوای بگی. از ته دلم بگم، آرزو میکنم هر کسی تو دنیا یک دوست خوب برای خودش داشته باشه. دوست خوب میتونه از خانواده، از برادر و خواهر، از هر کسی به تو نزدیکتر باشه. همیشه تو زندگی یه دوست خوب برای خودتون داشته باشید. دوست خوب خیلی با ارزشه. خیلی. تمام شد. و همه آرزوی سلامتی واسه همه میکنم. بسیار عالی. در مورد کلیپ و کارهایی که داری میکنی با مردم اگر صحبتی داری. خواهش میکنم. امیدوارم که از کارهای ما راضی باشین. در کنار علی آقا باباشون و سالار داریم همکاری میکنیم. امیدوارم که از کارهای ما خوشتون بیاد، لبتون خنده باشه. غیر از این هیچ چی دیگه نمیخوایم. خنده شما رو فقط میخوایم. حس در مورد این که مردم بیرون تو رو دوست دارن، واکنش خوب نشون میدن، باد عکس میگیرن، حس مثبت بهت نشون، این حس برای تو چجوریه؟ وصفش کنیم. خیلی اصلا واقعا نمیشه. از این که مردم هر جا میری دوستت دارن خیلی با ارزشه. خیلی با ارزشه. ان شاءالله که بتونیم لیاقت این
ارزش مردم و نگاه مردم و وقتی که میذارن برای ما رو داشته باشه. ورزم به خدمت شما که همین سوال دیگه نموند. مرسی که شرکت کردید توی اولین برنامه کنفرانس جدی ما. از اونجایی که ما چیزیمون روی درست حسابی نیست، کلا کارهای پیج ما همیشه روی خنده و فان و اینو میره. فوزعبیر خیلی خواستیم جدی باشیم ولی فکر میکنم نشد. به قیافه ما نمیخوره. آقا سخت نگیرین دیگه، هر جور بود ما ساختیم دیگه. تمام شد، من این عکس اولتون رو به من بده. اگه خیلی منشوی بابا اگر نکته رو بگی نه نگو. این عکس مامان توشه، این یه تیکر تو بگیری، یه تیکر که تو بغل هم. حالا بعدا صحبت میکنیم، حالا بعدا صحبت میکنیم. این مایو مامان نمیشه. بده به من اونه دیگه. عکس اون ولی هم تو داره منشوری میشه. یه دست به دوربین تکون بده. درود به همتون. خدا نگهدار شما باشه. یا علی قربون شما برم، ممنونم.